سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علیرضا هستم و امروز در خدمتتونم با قسمت دوم دوره آموزش مبتدی تا پیشرفته. در قسمت قبل در مورد شخصیت یک آرایشگر صحبت کردیم و نکاتی که باید رعایت بشه و بهتون توضیح دادیم. لینکشو میذارم اینجا، اگه ندیدید حتما ببینید. خب همونجوری که میدونید این دوره مربوط میشه به دو بخش تئوری و عملی. داخل این قسمت قرار در مورد بخش عملی صحبت کنیم و نحوه صحیح قیچی دست گرفتن و کار کردن با قیچی رو بهتون آموزش بدیم و در آخر یه سری تمرین ها بهتون بدیم که بتونین اصولی از قیچی استفاده کنید. با من همراه باشید. خب قراره نحوه صحیح قیچی دست گرفتن رو بهتون آموزش بدیم. انگشتاتون رو به این حالت میگیرید، دقیقاً صاف، کاملا صاف، مچتون شکسته نباشه، صاف باشه، در یک راستا کامل. انگشت حلقتون قیچی رو میذاریم داخلش تا روی بند دوم، اول دوم. قیچی رو از این زاویه که الان هست میاریم اینجا، یعنی این، نه این، به این صورت کاملا صاف این چهار تا انگشت، کاملا در یک راستا، مچمون شکسته نیست، اینجوری هم نیست، صاف صاف. انگشت شستمون رو از پایین وارد حلقه میکنیم. انگشت شست نباید زیاد داخل باشه و فقط نوک انگشت برای حرکت داخل قیچی میره و به این صورت شروع به ضربه زدن میکنیم. این چهار تا انگشت هیچ تکونی نمیخورن و تنها حرکت ما انگشت شستمونه که بالا میره و پایین میاد. قیچی زیاد باز نمیشه و کم هم باز نمیشه، یعنی تا اینجا نمیاد، یه زاویه 45 درجه بودن. پوزیشن دوم قیچی، پارت دوم. توی پوزیشن اول همونجوری که میدونید حلقه قیچی روی بند دوم انگشتمون بود. توی پوزیشن دوم قیچی خورده میاد پایین تر و بین دوتا بند قرار میگیره. انگشتای ما شکسته میشه و قیچی رو داخل مشتمون میگیریم. انگشت اشارمون میاد اینجا و انگشت شست از بالا وارد حلقه قیچی میشه و شروع به کات زدن میکنیم. در زاویه های مختلف این کار رو انجام میدیم. پوزیشن سوم قیچی، تفاوتش با پوزیشن دوم که این بود، انگشت اشارمون برداشته میشه، انگشت شست از زیر وارد قیچی میشه و به این صورت در زاویه های مختلف شروع به کات زدن میکنیم. یه بار دیگه مرور میکنیم. انگشت حلقمون تا بند دوم قیچی زاویهش میاد اینجا، یعنی از این تبدیل میشه به این. انگشت شستمون نوکش فقط وارد حلقه قیچی میشه و شروع به کات زدن میکنیم. خب حالا از پوزیشن اول میخواییم بریم روی پوزیشن دوم. همونجوری انگشتامونو میشکنیم، یعنی اینجا که هست وقتی شکسته میشه میاد کف دستمون. انگشت اشارمون رو میذاریم بالا و انگشت شست رو از بالا وارد حلقه قیچی میکنیم. مجددا فقط نوک انگشت شستمون وارد میشه، کامل نمیره داخل و شروع به کات. پوزیشن دوم قیچی میخوایم تبدیلش کنیم به پوزیشن سوم. انگشت اشاره رو برمیداریم، از زیر انگشت شستمون رو وارد حلقه میکنیم و شروع به برش زدن میکنیم توی زاویه های مختلف. زوایایی که باید تمرینمون رو انجام بدیم مربوط میشه به عمودی، افقی، اوریب و اوریب. حالا عمودیمون میتونه از بالا باشه، میتونه هم از پایین باشه، جفتش رو تمرین کنیم. قیچی رو میذارم روی انگشتم و شروع به کات زدن میکنم در پوزیشن اول. 1 2 3 4 پوزیشن رو عوض میکنم روی اوریب. 1 2 3 4 اوریب برعکس. 1 2 3 4 عمودی. 1 2 3 4 و افقی. 1 2 3 4 یه تمرین دیگه که باید انجام بدید،
این قسمت از شونه حدودا دو سومش. یک دو سه و این پیوسته شروع به ضربه زدن میکنیم با یه سرعت مشخص، یعنی سرعتشو یکیشو زیاد یکی کم نمیزنیم، با یه ریتم خیلی مشخص. و حواسمون هست که این تیغه قیچی از این خطی که اینجا به وجود آورده جابجا نشه. و این تمرین، قیچی رو میاریم روی پوزیشن دوم مجدداً، در این زاویه، در این زاویه، در این زاویه و این. از پوزیشن دوم میام روی پوزیشن سوم، دوباره در همون زاویه شروع به تمرین میکنید. در تمامی تایم روزتون میتونید این تمرین ها رو انجام بدید، همیشه یه قیچی داشته باشید، اوقات فراغتتون باید با این پر بشه اگه میخواید آرایشگر شید. خب پوزیشن اول قیچی قراره یه سری تمرین بهتون بدیم که با انجام دادنشون اصولی بتونید از قیچی استفاده کنید. قیچی رو میذارم داخل دستم، با شمارش 1 2 3 4 شروع به کات زدن میکنیم روی یه ریتم ثابت. 1 2 3 4 1 2 3 4 به مرور میتونیم سرعتش رو زیادتر کنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 میتونید روی انگشتتون بذارید و این کات رو انجام بدید. 1 2 3 4 با هر برش یه خورده قیچی بر میگرده رو عقب. 2 3 4 واسه تمرین میتونید از شونه هم استفاده کنید. 1 2 3 4 توجه داشته باشید تیغ پایین باید ثابت باشه، یعنی تکونی نباید بخوره. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تمرین برای پوزیشن دوم قیچی داخل زاویه های مختلف شروع به کات زدن میکنیم با همون ریتم 1 2 3 4 در زاویه های مختلف این کار رو انجام میدیم تا زمانی که میخوایم یه مو کوتاه کنیم دستمون قفل نکنه و داخل هر زاویه‌ای بتونیم این کار رو انجام بدیم. همین کار رو روی انگشتتون هم میتونید انجام بدید. 1 2 3 4 1 2 3 4 روی انگشت هم همونجوری که میبینید قیچی بسته میشه میاد رو به عقب، این به برش موها کمک میکنه. تا بند دوم انگشت از اینجا به پایین، چه از روی بالا چه از روی پایین اجازه نداریم کار کنیم به خاطر پوست هایی که اینجاست یه خورده شله و امکان داره اینا رو برش بزنیم. پوزیشن سوم قیچی دوباره در زاویه های مختلف ما این کار رو انجام میدیم. این تمرین رو که انجام دادیم بعدش میایم روی انگشت، دوباره 1 2 3 4 زاویه دستمون رو تغییر میدیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 کلن ما یه زاویه عمودی داریم که باید تمرین بشه، یه زاویه اوریب داریم و یه زاویه افقی، یه اوریب برعکس هم داریم. در تمام این زاویه ها این کار رو انجام بدید تا بدون هیچ مشکلی بتونید اصولی از قیچی استفاده کنید و داخل اصلاحتون به هیچ مشکلی بر نخورید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید چنل منو سابسکرایب کنید، کلیپ ها رو لایک کنید و اگر نظر یا سوالی داشتید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید.